در این فرصت مختصر به نظرم اومد که شخصیت این عزیزمون رو به روایت مقام معظم رهبری در این دو پیام اخیر ایشون، هم پیامی که به مناسبت ارتحال داشتند و هم حکمی که صادر فرمودند، در این دو تا پیام رهبر معزز انقلاب از چهار زاویه به نظر من شخصیتی به حضرت آیدایی پرداختن: شخصیت فردی ایشون، شخصیت اجتماعی ایشون، شخصیت سیاسی ایشون و شخصیت رسانه‌ای ایشون. محور اول در شخصیت فردی مرحوم آیدایی است. در اینجا حضرت آقا سه تا ویژگی برای آیدایی در شخصیت فردیشون بیان میکنن. ویژگی اول صفا و سلامت نفسه. ویژگی دوم قناعت و پاکدستی بود. آقا در پیام ارتحالشون ایشون رو به وصف قناعت و پاک ببخشید قناعت و ساده زیستی، قناعت و ساده زیستی ستودند. ما مسئولین، یعنی ما مجموعه مدیران جمهوری اسلامی، در سه تا گروه طبقه بندی میشیم. گروه اول اونهایی که زندگی اشرافی و متجملانه داریم. گروه دوم زندگی برخوردارانه داریم، یعنی نمیشه گفت تجمل و اشرافیت، اما یک زندگی برخوردارانه متوسط خوب به بالا داریم، با جنوب شهر و حاشیه شهر و مردم تنگ دست. درد اونها رو ممکنه بشنویم اما احساس نمی کنیم. و گروه سوم اونهایی که زندگی ساده و قانعانه دارند. آقای دعایی در این لیست قرار داشت. نکته سوم که آقا مطرح کردن پاک دستی بود. خیلی این شهادت، شهادت بزرگی است که از رهبر انقلاب بعد از 40 سال راجع به یک مدیر شهادت به پاک دستی بده. باز ما مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی سه گروهیم. گروه اول اونهایی که سوء استفاده از بیت المال میکنیم، بیت المال را مرتع آزاد خودمون میدانیم. من به این که چقدر گروه اولن، چقدر گروه دومن، چقدر گروه سومن کار ندارم، این طبقه بندی رو دارم عرض میکنم. گروه دوم تساهل در بیت المال داریم، یعنی نه اینکه نیت سوء استفاده داشته باشیم اما سبک میگیریم استفاده و بهره وری از بیت المال رو. این تساهل متاسفانه مرض شایعی است. شاید سوء استفاده کمتر باشه اما تساهل مرض شایعی است. و گروه سوم دعایی است و امثال دعایی ها، پاک دستی، سختگیری در مصرف بیت المال، سختگیرانه تر از مصرف شخصی، سختگیرانه تر از ملک شخصی. و آقای دعایی این بود. خب من در این مدت کوتاهی که در مسئولیت وزارتخانه بودم بیش از حد توقع خودم مورد توقف و مهربانی حضرت آقای دعایی بودم. شاید آخرین بار با آقای دکتر حتات در اینجا بودیم. من همیشه که صحبت می کردم دیدم ایشون به مشی متوازانه خودشون همون انتها نشستن، که من از همین جای اشاره کردم که خب آقای دعایی عزیزم به سنت همیشگیشون رفتن اون پشت و خواهش کردم که برای مراسم تقدیر در کنار بنده و آقای دکتر حتات قرار بگیرن، که تشریف آوردن. امام حواریونی داشتن که در نجف در اون دوره قربت عاشقانه و با علاقه کنار امام ایستادن. مرحوم آقای دعایی این ویژگی سبقت در مجاهدت و سبقت حضور در نهضت رو داشت.
این سبقت امتیاز بسیار مهمیه و بر ما حتما واجب و لازمه که نسبت به سابقون نهضت امام ارادت و اظهار علاقه بکنیم و زحمات طاقت فرساشون در اون روزگار غربت تجلیل کنیم. به نظر اون چیزی که این رو ماندگار کرد ایستادگی بعدی و پایمردی مرحوم دعایی بر عهدی بود که با امام عزیز داشت و این عهد رو تا پایان عمر مبارکش در واقع ادامه داد و از قضا در ایام متعلق به رحلت امام راحل به مقتدای خودش پیوست. انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. نکته ای که به گمان ما باعث شده که این جمع فرهیخته خود رو عزادار بدونند و در کنار خانواده به نوعی خودشون رو صاحب عزای فقدان مرحوم دعایی بدونند، فضای مهربانی حاج آقا بوده. اگر بخوایم چکیده ای از پیام مهر، سراسر مهر مقام معظم رهبری و بعد من خدمت آقای دکتر صالحی عرض می کردم، حکم آقای دکتر صالحی رو ما پیام دومی برای حاج آقا فرض کردیم و خلاصه اون رو بدونیم، صفا و مهری بود که در وجود حاج آقا همواره جاری بود و همون صفا و مهر بود که ایشون رو تبدیل کرده بود به حلقه وصل، حلقه وصل این نظام برای کسانی که به تعبیر مقام معظم رهبری آغوش دیگری رو باز نمی دیدند برای صحبتهای خودشون، کسانی که به این نظام اعتقاد داشتند. و این به نظر ما نمی اومد جز همون اعتقاد راسخ حاج آقا به انقلاب، به امام و به عهدی که با حضرت امام بسته بودند. ایشون الگو برداری که حضرت امام و انقلاب کرده بودند همین بود که حلقه وصل باشند، آغوش بازی باشند برای گروه های مختلف، برای افراد مختلف. و مگر جز این بود که ما عزیزان و بزرگانی رو می دیدیم که جز حضور ایشون و روزنامه اطلاعات محل دیگری رو برای حتی برای حضور، حتی برای درد دل و ننوشتن مطالب از آقای مرحوم باستانی پاریزی، از آقای مرحوم اسلامی ندوشن، دکتر کتکنی، بزرگان دیگری در عرصه فرهنگ، در عرصه هنر، هر که براش مشکلی پیش می اومد آنچه را که برای خودش متصور بود از کسی که بتونه گره‌گشایی بکنه یا اگر هم نمیدونه به درد دلش گوش بده، محل روزنامه اطلاعات و شخص حاج آقا بود. و این برمیگرده به همون حلقه وصل دانستن خودش و مهر و صفایی که از امام گرفته بودند. برای همین هم هست وقتی ما میبینیم سرورمون حاج حسن آقای خمینی خودشون رو عزادارتر از ما میدونن در این برنامه. عزیزمون حاج حسین آقای شریعت مدار، من عرض کردم حق برادری رو به جا آوردن، در تمام مراسم ها بودن و صحبتی که کردند عزادار میدونند. برادرمون آقای خاتمی آنگونه پیام میدن و خودشون رو عزادار میدونند در این مصیبت. جز این نمیتونه باشه که ایشون خودشون رو آغوش باز این نظام میدونستند و حلقه وصل میدونستند. همه ما که اینجا هستیم و همه اونهایی که آقای دعایی رو حتی یک بار دیدن حتما شیفته اون او هستن. یک مغناطیسی در وجود این مرد بود، همان چیزی که به قول حافظ نشان مرد خدا عاشقی است. با خود دار که مصرع بعدیش رو نمیخونم. این ویژگی بود که در حضرت آقای دعایی بود. آنچه که ما قرنها روحانیت رو آنگونه می شناختیم و می شناسیم، روحانی نماد خداست، نماد رسول خداست، نماد همه آموزه های اخلاقی و دینی است. اون لباسی که می پوشه و اون مشی که داره و همیشه اینگونه بوده.
و در بسیاری از افراد در گذشته و بعضی از افراد در اکنون. و آقای دعایی این مشی رو هیچ وقت فراموش نکرد. روحانی مردمی بود، آخوند مردمی بود. به واقع هر کسی هر مسئله ای داشت، همان گونه که همیشه زی روحانیت این گونه بوده دیگه. از قدیم میگفتن هر کسی هر کاری داره، بالاخره یه آخوندی در یک محلی بود، محل مراجعه همه مردم بود. و مردم بالاخره گفت من المهد الی الله باشکار داشتن، از اذانی که در گوش فرزندانشون میگه تا زمان اجل برسه و فوت کنه و بیاد نمازش رو بخونه. و همه ما، من به یقین باور داشتم که آقای دعایی اگر برای کسی دعا بکنه خدا میشنود. و به همین دلیل بسیاری از ما آرزو داشتیم که آقای دعایی بیاد نماز بر ما بخواند در وقت رحلت. و این گونه بود، آن گونه که از زبان خودش شنیدیم که شجریان بزرگ گفته بود به دوست مشترکشون که من دوست دارم نماز مرا آقای دعایی بخوانند، چون یقین دارم هر کسی که آقای دعایی برش نماز بخواند اهل نجات است. بسیارند کسانی که آسید محمود رو تجربه کردند و زیستن باش. بعضی از آدم ها رو باید از دور دید، در منظر دید، در افق دید. مرتبتشون از این فاصله ها قابل درکه. از نزدیک شاید همه ما احساس حقارت کنیم. چگونه می شود بی خشم زیست؟ و اگر نزدیک آسید محمود می شدید می شد فهمید که بی خشم می شود زیست. وقتی به اون نزدیک می شدی می فهمیدی که مهر چه زیباست و او جز به مهر به فردا نیندیشید و جز با مهر با هیچ کس سخن نگفت. پسر بزرگوارشون از مهر و مهربانی ایشون و آنچه که این روزها نیاز همه جامعه ایرانه و همه اهل بشره و اهل جهانه سخن گفت. آیا گوش شنوایی وجود داره؟ آیا می توانیم بر خود فرض کنیم؟ چرا فرض کنیم؟ حتم کنیم که خیر و برکت این جهان بدون مهربانی راه به جایی نمی بره. فرض چرا کنیم؟ حتم کنیم که آیا حلقه های وصل گم شده این روزهای ما هستند یا نه؟ ما با غبارهای خودخواهی ها و نفسانیات اونها رو از دید همه پنهان کردیم. آسید محمود هنرمندانه زیست، هنرمند بود. وقتی که به اعلای هر چیزی برسی حتما در ذاتت یک شمه از هنر در حال جوش و خروشه. جوش و خروش آسید محمود نثار همه هنرمندان پاک و راستین این کشور. سید محمود دعایی پدری دلسوز و مهربان برای کودکان معصوم، مظلوم و بی سرپرست این سرزمین بود. و این وجه دیگری از شخصیت ایشان و بعد دیگری از برکات حیات آن مرد خدا بود. اون سپذیلتی که در آموزه‌های دینی ما گفته میشه ایشون برخوردار بود. همه هم گفتن در پیام رهبری و همه شخصیت ها هم اومد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. صفت جهاد و مبارزه و سابقه مبارزه از عراق و بعد هم شود که در تداومش در ایران. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، بحث فضیلت علم که من معتقدم یک روحانی روشنفکری بود و حقیقتا سرشار از معلومات و اطلاعات و
علم بود و همچنین ان اکرمکم عند الله اتقاکم که بحث حالا ساده زیستی و قناعت و پاک دستی و همه اینها را گفتند و اینکه اهل راندخوری و ویژه خوری و اینها نبود در طول زندگی شریفشون، برای خودشون واقعا چیزی نخواستند و همین که هیچ کسی از او تهمتی، غیبتی، دروغی نشنیده، خودش نشانه تقوایی بود که در وجود این شخصیت عظیم و معزز بود. چهره سیاسی که حالا نمایندگی ولی فقیه و بحث‌های مختلفی که داشتند و چهره رسانه‌ای و چهره مجلسی که 6 دوره در مجلس بودند و همچنین شخصیت روحانی، همه اینها واقعا یک طرف بود. یک خصوصیتی که بنده معتقدم باید برجسته بشه همونی است که برای رهبری هم فرمودند که جذب حد اکثری و دفع حد اقلی. واقعا من میخوام بگم یکی از شخصیت‌هایی که حداقل تو این 14 دهه ما شناختیم یک چنین صفتی در وجودش بود و اسوه بود برای اینکه جذب حداکثری داشته باشد. از سوی سردبیری و دوستانم در تحریریه روزنامه اطلاعات خواسته شده است تا از شما حضار محترم و فرهیخته که در این نشست برای یادی از پاسدار اهل قلم و ادب و اندیشه مرحوم سید محمود دعایی گرده هم آمده ایم تشکر و قدردانی کنم. چنانکه سالها در کنار او همواره شنیدم و به یاد دارم که هرگاه کسی از دوستان نزدیک یا آشنایی از او تشکر و قدردانی یا تمجید می کرد، با نگاه عاشقانه بدون کمترین مکسی و به سرعت چند بار این ذکر را استغفرالله استغفرالله تکرار می کرد و پاسخ می داد: من کسی نیستم، هرچه هست شمایید که درد اعتلاء وطن و انقلاب دارید. این پاسخ دعایی اگر همواره تکرار می شد اما از سر تعارف نبود، که از باور اخلاق مداریش به تواصل و رهانیت نفس خود از منیتها بود. هر کس از افراد عادی تا صاحب قلم و اندیشه او را می دید، اولین توصیفش این جمله بود که دعایی خاکی است. دیدم که دعایی همون روزایی که من حسرت اینه می کشیدم که از من یه خواهشی بکنه و در نهایت جوان مردی کمک کرد و مدرسه فرهنگو معرفی کرد و پسری داشت که میتونست بیاد مدرسه، که اگر هر وضعی داشت من روی چشم میذاشتم و قبول میکردم، اما اینقدر جوان مردی داشت که به ذهنش گذشته بود که نبادا فلانی فکر کنه که حالا من در مقابل کمکی که به او کردم توقعی از اون دارم. من هنوز که هنوزه مبهوت و مدیون اون جوان مردی هستم. مثلا این درخت پربار و پرسنر که میوه های گوناگون داشت و در این جلسات متعدد از اولین جلسه تا این جلسه درباره ثمرات این درخت کهنسال و پربار، میوه های گوناگون از این درخت پربار همه صحبت کردند، از شیرینی های این میوه و لذت هایی که از این درخت پربار، یعنی سید محمود دعایی، همه کسانی که در جریان بودن بردن، ولی کسی نگفت که ریشه این درخت کجا بود. اینه من میدونم. کسی نگفت این درخت تا 20 سال شد کجا پرورش پیدا کرد، در چه محیطی پرورش پیدا کرد.
دعایی از مادری متولد شد که با بافندگی خودش نخت، با روزی 9 ریال این بچه رو پرورش داد. چون پدر مرحوم آسد محمد دعایی رضوان الله علیه بعد از ازدواجی که در کرمان کرد با مادر آی دعایی که با مادر ما هم رفیق بودن، پدر آی دعایی هم پدر من میگفت آقا آسد محمد دعایی برادر من هستن، گذاشت رفت یزد. تنها مادر بود و یه سید محمود 2 ساله. این مادر با چه مشقتی این بچه رو پرورش پیدا کرد. دعایی اگر اینقدر خدوم بود، اینقدر میرسید به درد مردم، اینقدر عاشق مردم بود، عشق داشت که کار مردم رو، برای اینکه خودش درد دیده بود، از 2 سالگی فقر و گرفتاری و ناراحتی و دربدری دیده بود، شخصا چشیده بود. اما من میدونم که ریشه این درخت چی بود. مادر، مادر، مادر و تنها مادر، تنها